گویا اوقات شما شکم دردی را تجربه کرده باشین، درد بطن را تجربه کرده باشین. در این سگمنت میخوایم بحث در مورد ازی بکنم که چرا ما شکم درد میشه، چرا دل درد میشه، آیا دل دردی خطرناک است؟ تمام انواع و اقسام دل دردیایی که وجود داره همش نیاز به بستر شدن در شفاخانه داره نداره؟ آیا دل دردی را ما میتونیم با اهتمامات خانگی مورد تداوی قرار بدیم؟ و کدام نوع درد بطن یا دل دردی ها نیاز به ای داره که باید مریض در شفاخانه بستر شوه و عاجلاً اقدامات صحی و طبی صورت بگیره؟ در این مبحث ما در مورد ابدومینال پین و طرز برخورد با درد بطن، یعنی که درد بطن چگونه اپروچ شوه، بحث می داشته باشیم. امیدوار هستم این سگمنت بر شما معلوماتی باشه و به خاطر افزودن به دانش صحی و طبی تان این ویدیو را با هم نوعانتان شریک بسازید. خب دوستان عزیز، درد بطن را وقتی که ما در مورد صحبت میکنیم یکی از جمله اعراض خیلی معمول هست. ای عرض امکان داره که در سیر امراض مختلف پیش ما ایجاد شوه. بیشتر از 50 مرض است که در سیر از او یک فرد درد را در قسمت بطن خود تجربه میکنه. این درد ها امکان داره به شکل حاد، صایقوی و یک دفعی ایجاد شوه، و یا ای که به شکل مزمن 6 ماه بیشتر، 3 ماه بیشتر است که یک فرد در نواحی مختلف بطن یا شکم خود درد میداشته باشه. خب همه دل دردی ها خطرناک نیست و همه دل دردی ها باید در موردش ما بی‌اعتنایی نکنیم. مریض میبینی که مثلا انسداد روده داره و مادر کلانش در خانه برش جوانی بادیان داده رایی است. متوجه هستیم؟ یعنی با هر دل دردی نوعیت برخورد پرسونل صحی حتی متفاوت است. دل دردی ها امکان داره بعض اوقات خطرناک باشد، تهدید کننده حیات باشد. نیاز به این شود که مریض یا در وارد داخله یا که در وارد جراحی بستر شود، و یا ای که مریض پس دوباره به پای خود به خانه روان میشه با یک دوا یادی. یک چیزی که بسیار زیاد مهم هست، وقتی که ما با یک مریض با درد بطن برخورد میکنیم، مهمترین نقطه ایست که تا وقتی که علت درد معلوم نشه برای مریض باید دوای تسکین داده نشه، به خاطر که درد خودش یک سگی است که غو زده میره و ما را خبر میکنه که سگ در کدام جهت موقعیت داره. در حقیقت درد یکی از میکانیزم های دفاعی عضویت است. در حقیقت درد یک راهنماست به دکتر که مثلا در مورد پاتولوژی یا تشوش در مورد کدام عضو فکر کنه. پس تو کسی که مثلا درد بطن داری و میری در دواخانه، پیچکاری وورینه میزنی، دکلیفیناک میزنی، 5 تا قرختی رو میزنی، پیچکاری ترامادول میزنی، پنتازوسین میزنی و پس در ماینه خانه و در شفاخانه میری، تو خلاوه را پت کردی. برای دکتر بسیار مشکل میشه که مثلا یک دردی که قرخت شده تثبیت کنه که کدام صبره، کدام ماینه را برد بده، کدام بهتر مثال راهکار تشخیص را برد تو توصیه کنه. بنابرای تا وقتی که عامل درد بطن اینجا تثبیت نشه، دادن دوای مسکن از لحاظ طبابت اجازه نیست. یادتان باشه بعض مریض ها هستن که تمارض دارن، بعض مریض ها هستن میخواد اطرافیانش خیلی توجه برشان داشته باشه. مثلا یک دختر هستن عوارسی کده به خاطر که مثلا توجه دختر شوهر خود جلب کنه، یک درد شکم عادی است فقانش آسمان میگیره واخ 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 واخ، یا یک بی بی آجی بهتر مثال 80 ساله را در ماینه خانه میارن به خاطر که مثلا میخواد که تمارض داشته باشه و توجه نواسه و بچه جلب شوه، دست منوز در شکمش نخورده میگه واخ مرا خنده گره تو مخ حال اجازه خو بده کمی دست من خودم جانت بخوره که تو آخ بگویی. یعنی بعض اوقات به اندازه که مریض درد بطن می داشته باشه شدتش به او اندازه نمی باشه که مثلا نالش با آسمان بلند میشه، ولی این فرمول در تمام مریضا قابل تطبیق نیست. کل یک فرد واقعا درد بسیار شدید در شکم داشته باشه و ما بگوییم خود تگ انداخته، نه خیر. نقطه دومی که مطرح بحث است، هیچگاه شدت درد دلالت به شدت پاتولوژی نمیکنه. امکان داره مرض خطرناک درد کم داشته باشه.
و امکان داره مرض خیلی عادی درد بسیار شدید داشته باشد. یعنی یک حالت پارادوکس و برعکس وجود داره. بعض اوقات مرضای خطرناک درد کم، مرضای عادی درد شدید. و به اساس شدت ما قضاوت نمیتونیم که هرقدر ما دردش کم ما شدید هست، به او اندازه گویا که پاتولوژی داخل بطن ما یا داخل شکم ما شدیدتر باشه. اینطور باید قضاوت صورت نگیره. خب مستند بر معتبرترین مؤاخذه طبی، میکانیزم هایی که باعث میشه تا ما شکم درد شویم، مادر درد شویم. یک مثلا مریض در معاینه خانه میاره، مریض فکر میکنه و پایواز شد فکر میکنه که نمیسونه، مریض دیدی بگی شکم درد داره خلاص، بگی برو اینی مشکل است برو بخیر. این بیچاره نمیدانه که بیشتر از 50 مرض باعث درد بطن میشه. محترم 50 مرض به این موضوع توجه داشته باشی، خب گپ مذاق نیست. میکانیزم هایی که باعث میشه تا ما شکم دردی را تجربه کنیم در کل به چند کتگوری تصنیف بندی میشه. نمبر اول، پاتولوژی در خود بطن میباشه، یعنی درد بطن در سیر یک سلسله تشوشاتی که مربوط خود بطن یا شکم است. خب مثلا چی؟ مثلا پریتونایتس. به اساس مخرشین کیمیاوی، به اساس به طور مثال بکتریاها، به اساس ویروسها، به اساس به طور مثال آفات فنگسی، به اساس هر علتی که باشه، پریتوان جداری وقتی که التهابی شد و اینمی حالت به نام پریتونایتس میگن، مریض یک بطن شخبی پیدا میکنه، بطن چوب واره خود سخت میکنه، بسیار یک ریباوند تندرنس شدید موجود میباشه که می دست مریض در شکم میزن، دست خود در شکم مریض میزنه، الامیتی فغانش میبره در پلی از اون مریض به حالت ثابت خود مثلا در چپرکت میپرتد، درد بطن بیخی ثابت است و به تمام بطن انتشار می داشته باشه. بیشتر در مساحه شدت زیادتر است که التهاب پریتوان در اونجا بیشتر باشه. دوم، هرگاهی که رگایی که به میده، به روده بزرگ، روده کوچک در کل به نام اووی مزنتریک میگن، بندش داشته باشه، یا مثلا این یک امبولی بند کنه، یا مثلا این یک ترومبوس بند کنه، یا یکی به طور مثال یک تومور سر رگ خون فشار آورده باشه. اما تو که دوستای من، رگ مغز بند میشه ما سکته مغزی میکنیم، رگ قلب بند میشه ما سکته قلبی میکنیم، رگ گرده بند میشه ما فلج گرده را تجربه میکنیم، رگ پای ما بند میشه ما به طور مثال سیایی نهایت را تجربه میکنیم. اونم تو امکان داره که بعض اوقات میزنتریک آرتری ابستراکشن را ما تجربه کنیم، یعنی انسداد در رگ های خونی که به احشای بطن خون رسانی میکنه. و مهمترین اعشای بطن همی سیستم به طور مثال جهاز هاضمه ما، خصوصا مشخصا معده و روده بزرگ و روده کوچک است. انسداد اویه. سوم، انسداد احشای مجوف. مثلا روده ما بندش پیدا میکنه، روده بزرگ، روده کوچک انسداد پیدا میکنه، این خودش باعث میشه ما درد شدید بطن رو تجربه کنیم. چهارم، امکان داره که انسداد بطن در سیر التهاب ساختمانایی باشه که در داخل بطن موجود است، مثلا کلیسیستایتس، التهاب کیسه صفرا، پانکراتایتس، التهاب پانکراس، اپندیسایتس، التهاب اپندیکس، انفلاماتوری باول دیزیز، امراض التهابی روده ها، روده های ما التهابی میشه، احشا و ساختمان های حوصلی، مثلا در خانم پای نفیر خود را هم تخمدان ها التهابی میشه، مثلا در پی آی دی پلویک انفلماتری دیزیز، خانم در پولی که درد در زیر دل خود داره، در کمر خود داره، چرک میبینه و جنرال دسچارج میداشته باشه، مقاربت های جنسی دردناک را تجربه میکنه و ترشعات بویناک را امکان داره که مثلا شاهدش باشه، در پولی از این موضوعات درد بطن میداشته باشه. پس هرگاهی که در احشایی که در داخل بطن است التهاب باشه، هرگاهی که کدام انسداد باشه، رگای از یخته بند کرده باشه، یا که اونم پریتوان جداری که احشا را کور کرده این التهابی شده باشه، این باعث میشه تا پیش یک فرد درد بطن تحسس کنه. کتگوری دوم از امراضی که به اساس میکانیزم مختلف امکان داره درد بطن در پیش ما ایجاد کنه، عبارت از دردهای انتشاری هست. یعنی منشه آفت اصلا جای دیگری هست و دردش به بطن انتشار میکنه. سه آفات. نمبر اول، آفات طرق تناسلی. هرگاهی که خصوصی یک فرد التهابی باشه، هرگاهی که به طور مثال یک فرد اوریکایتس داشته باشه، یا یکی به طور مثال پایی که در انتقال مایع منی رول می داشته باشه یا انسداد پیدا کنه، هرگاه مثلا خصوصی یک فرد ضربه محکم بخوره، امکان داره در پالی از او درد به بالا منتشار کنه و با پایان حتی درد به ران مریض میره. دوم،
دردایی که از ساختمانهای داخل قفس سینه انتشار میکنه به بطن. در این بازی نتین خدا. یک مریض مثلا با وجود کشم کشکم پیش برآمده داره، سگرت کش است، چاق است، مثلا در گذشته بسیار هیوی الکل درینکر بوده، بسیار شراب میخورده، در پولی از او شکر داره، بی‌نظمی چربی خون داره، فشار بلند داره، میگه دکتر میدیم است، میجا را گرفتم. ای آدم نمیدانه که دردای قفس سینه با منشی قلبی در اثر مثلا نارسایی خون به عضله قلب امکان داره بعض اوقات به ناحیه اپیگاستریک در سایه معده انتشار کنه. بنابراین اگر ما التهاب پشت خارجی قلب داریم، پشت داخلی قلب داریم، پشت متوسط قلب داریم، پریکاردیتیس، مایوکاردیتیس، اندوکاردیتیس، اگر ما بندش در رگای قلب داریم یا امای داریم، حمله قلبی، سکته قلبی را تجربه میکنیم، اگر ما سینه و بغل هستیم، اگر ما به طور مثال بندش در رگای ششم ایجاد میشه و یک مقدار ششم سیاه میکنه خدا، اگر ما به طور مثال کدام آبسه در داخل قفس سینه خود میداشته باشیم، اگر ما کدام ضربه در قفس سینه خود خوردیم، امکان داره که دردا منشأش اصلا در قفس سینه باشه ولی انتشار کنه به بطن. و سوم موضوعی که مطرح بحث است، امکان داره بعض اوقات درد اصلا در ستون فقرات که در قسمت کمر است، به اساس هر علتی که رشتای عصبی که در داخل مثلا ستون فقرات است، ما اگر دسک کمر داریم، ما به طور مثال اگر رشتای اعصاب ما تحت فشار قرار داره، اگر رشتای عصبی مورد اریتیشن یا تخریش قرار گرفته، امکان داره در حالی که ما کمر درد هستیم شکم درد همچنان باشیم. پس کاتگوری دومی از دردای بطن عبارت از دردای انتشاری است که یا از سینه انتشار کرده یا از کمر انتشار کرده و یا یکی از طرق تناسلی به بطن ما انتشار کرده. سوم میکانیزم عبارت از میکانیزمی است که تحت عنوان متابولیک ابدومینال کرایسیس میگن. مثلا یک فرد شکر داره، شکرش از 400 بالا میره، انسولین خود بچگه که 15 ساله قطع کرده، دیابت تایپ 1 داره، یک دفعه در پولیک شکر بلند میره، تکرار ادرارش زیاد میشه، تشنه رفتنش زیاد میشه، مریض به طور مثال درد شدید بطن میداشته باشه و دلبدی و استفراغ پیش پیدا میشه، حالت به نام دیکه میگن. کسایی که پروفیریا داره، کسایی که به طور مثال فلج گرده داره، فرج جگر داره، تشوشات میتابولیکی پیشان ایجاد میشه که در سایر از این تشوشات میتابولیکی در پهلوی سایر مشکلات امکان داره شکم دردی را همچنان تجربه کنن. درد بطن امکان داره پیش یک فرد در سر یک سر آفات تاکسیک ایجاد شد، مثلا یکی را ما رو گشدون میگذه، ببینی که به طور مثال در پولی دیگه مشکلات شکم درد هم میباشه. درد بطن امکان داره که در بطن پیش افراد منشی نیوروجنیک داشته باشه، مثلا یک نفر از زونا میگیرشه، وایرس هسته، به طور مثال در سایر رشتای عصبی امکان داره مثلا چشم یک نفر موف کنه در قسمت قفس سینه یا یک مثلا در قسمت پرده دل، وایرس ها مثلا ویزیکلایی که وجود داره واگم میکنه خدا، ولی درد از ای که به نام PHN میگن، پست هرپتیک نیورولوژیا، آنچنان شدید میباشه که مریض میگه فکر میکنم بعد از اولگکا میگه در قفس سینه ما برآمد، یا اولگکا برالاوی که در قفس سینه و در شکم ما برآمد، در خانه ما یک کس دیگر گرفته بود، آل و اولا مولا گم از دکتر سی ولی میزیر پست فکر میکنم کس مرچ را پاش داده، اینه برام پست هرپتیک نیورولوژیا میگن. در سایر مثلا وایرس ایجاد میشه و رشته عصبی که موف شده توسط وایرس امکان داره درد داشته باشه. کسایی که مثلا فقرات گردن مشکل داره، فقرات کمر مشکل داره، فقرات به طور مثال قفس صدری مشکل می داشته باشه، بیشتر فقرات کمر امکان داره. کسایی که دیابتیک نیوروپاتی می داشته باشه، اینا شکر داره، در سر شکر رشته عصبی محیطی تخریب شده، اینا امکان داره که درد بطن رو تجربه کنه. برابری هر نوع آفات نیوروجنیک امکان داره که باعث درد در شکم شه، آفات در رشته عصبی. و بعض اوقات امکان داره که سیستم حسی درد در بدن بعض اشخاص و افراد پیش فعالی داشته باشه، یعنی پیش بعض کسا هایپرستیزیا موجود باشه، مثلا مریضایی که IBS دارن. یادتان باشه در تمام دردای بطن ما باید IBS فراموش نکنیم. مثلا مریض چی میگه؟ میگه من اسهال هستم، یا من قبض هستم، یا یک دفعه اسهال هستم یک دفعه قبض هستم، از مواد غایطه من قف میایم، در پالی از او تشناب که میرم صحیح تخلیه نمیشم، چهار دوباره نافم درد شدید میکنه، زیرای دلم درد میکنه، تشناب که میرم با تشناب کردن این درد آرام میشه، یکی برعکس هیچ تغییر نمیکنه، لوبیا خود گوشت گاو به طور مثال یگان کاو و کرم و گلپی و شرغم که بخورم ستاره شب در روز به من نشان میده، و در پالی از او اگه اعصابم نارام باشه ده برابر میشه، اگه کتی دوست آشنا و رفیق باشم می آرام تر میباشه. این مریضای که IBS دارن اینا به طور مثال به یک میکانیزم شناخته شده پیشان هایپرستزیا موجود است، یعنی بیشفعالی سیستم حسی رشته های عصبی باعث میشه تا اینقدر یک بادک یادی پیش از اینا اینقدر درد تولید کنن.
و میکانیزم آخری که در سیر از او امکان داره ما شکم درد شویم، امکان داره شکم دردی بعض اوقات در سیر یک سلسله آفات انتانی ایجاد شود. مثلا کسایی که آمیب میداشته باشند، مثلا کسایی که ملاریا میداشته باشند، مثلا کسایی که شالدانه حشوی میداشته باشند، مثلا کسایی که اکیوت گاستروانترایتیس تجربه میکنند، مثلا کسایی که تسمم غذایی رو تجربه میکنند، اینا امکان داره که درد بطن داشته باشند. پس برای میکانیزم هایی که من توضیح دادم امکان داره در سیر از این ما پیش یک فرد درد در شکم تحسس کنه. ای که با شکم دردی ما چگونه برخورد کنیم، شکم دردی چگونه علتش تشخیص میشه و در نهایت درد بطن یا درد شکم پیش یک فرد چگونه تداوی میشه، این موضوعات را در سگمنت بعدی تعقیب کنید. تا اداره بعد، پدرود.